سلام. سلام آقای مدیر. بله. وقتی دیدم پرستارش نیومد خودم بردمش جلوی خونه. کارو خوبی کرد. حتما تحویل پرستارش بدید. اما یعنی چی کسی جواب؟ برو بس برش در سنخایی رو بروی شما منم زنی بزنم خوزو به باباش بگم. بله. سلام خانم، راننده سرویس مدرسه هستم. خونه آقای صمیمی کسی نیست احسان رو تحویل بگیره. میتونم خواهش کنم تا وقتی باباش میاد پیش شما باشه؟ تشکر خانم. مواظب باش. خدا بسر. بسه کیه؟ با پدرش زندگی میکنه، خونشون همینجاست. پدرش کجاست؟ گمونم سر کاره. خیلی خوب، شما بفرمایید، من خودم رسیدگی میکنم. چش سرکار. آقا پسر، دوست داری بهم بگی اینجا چه اتفاقی افتاده؟ گفید موده گفید. میشه بهم بگی دقیقا تو حیات این خانم چی کار میکردی؟ پدرش کردم گفید. بر برای تو کشتی؟ تو کشتی تو کشتی. خیلی خوب، بلند شو بریم ببینم چی کار میتونم بکنم. عمو جون بلند شو، بلند شو بریم. بریم بریم. نه بهشون بگی اینو دوباره تحریف کنن. خیلی ممنون. بله احسان بری بیرم چی خوش خبری نیستا. بری بیرم بشتر و صندلی حرف زیادی هم نزن. اینا کجا بردیش؟ قربه همسایشونو کشته، منم کتک زد. این بچه تو رو کتک زده؟ نیکلش نگاه نکنا، دستاش خیلی سنگینه. یه مش گذاشت تو دلم، اینجا هم درد گرفت. اسمت چیه پسر جون؟ اسمت چیه پسر جان؟ اسم مادرت چیه؟ مادرت چیه؟ اسم مادر خودت؟ مادر خودت مامان نرگس مرده، خدا بیامرزتش. اسم بابات چیه؟ بابات چیه؟ بابا سعید. خب شماره تلفن داری ازش؟ ازش داری؟ ازش داری؟ خیلی خوب، جیباشو بگرد ببین چیزی پیدا میکنی. جیبات خالی کن بینم. جیبات خالی کن؟ خالی کن جیبات، نه ترس، کاری ندارم، خودت خالی کن. این چیه؟ این چیه؟ قضای کجال. کجال دیگه کیه؟ کجال توتی، کجال توتی، کجال توتی. خیلی خوب، کیفشو بگرد بین شماره پیدا میکنی. دستی بنداز، دستاش خیلی سنگینه آقای رئیس، باید بخوری تا بفهمی چی میگن. بگرد کیفشو، بگرد. باشه باشه، تا رو اینه دفترش، بفهم. خیلی
خونش بیرم. برو بیرم. بچه هم رو ببینم. واسه چی آوردینش اینجا آقا؟ شما چرا قدر عصبانی هستین؟ بفهمید بشینید. باید هم عصبی باشم. پسر من مشکل رفتاری داره. خب معمولا آدم های مشکل دار میارن اینجا. منظورم مشکل عصبیه. اون بچه اوتیستیکه. چی شیستیک؟ اوتیستیک. اوتیزم داره. اوتیزم دیگه چیه؟ یه جور اختلال مغزی آقا جان. این کارت بهزیستیش. به هر حال به مأمور ما حمله کرده. تو پرونده پزشکیش همه این چیزا رو نوشته. شنوایش خیلی قویه. صدای بلند ناراحتش میکنه. خوشش نمیاد غریبه‌ها بهش دست بزنن. احتمالاً نمیدونم مأمورای شما یه سوال پیچش کردن. دیدی که تو صحبتش تکرار داره. نمیدونم یه بچه آخه یعنی چی واسه چی برش داشتین آوردینش اینجا؟ بچه رو بیارین. چشم بیارنش. ببخشید بچه تو میگفت که مادرش فوت شده. شما هم که سر کارین. پس کی ازش مواظبت میکنه؟ براش پرستار گرفتم. اما امروز یه پیغام رو گوشیم گذاشته و ول کرده رفته. نگهداری از این بچه های خورده سخته. اینا خوب میشن حالا؟ نه، این اختلال تا بزرگی همراهشونه. خوبی بابا؟ سلامتی؟ قربونت برم. ست گم شده؟ سه گم شده. سه نیست. سه بده. الان حالت خوبه؟ احسان خوبه. چی شده احسان؟ ببخشید. اشکالی نداره اونو ولش کن. گارفیلد مرده. احسان گارفیلد نکشته. میدونم بابا، اما تو هم اینو بدون، تو باغچه رویا خانم نباید بری. اون دیگه دوست ما نیست. احسان گارفیلد دوست. گارفیلد مرده. گارفیلد کی کشته؟ احسان گارفیلد اون گربه رو ولش کن. ده. به ما ربطی نداره کی گربه رو کشته. گارفیلد مرده. گارفیلد احسان دوسته. احسان قضا. گفتم بخور. اون گربه رو ولش کن. احسانو لیس میزد. احسانو بغل. احسان تو رو خدا اون گربه رو ولش کن. قصه گارفیلد میخوری؟ آره بابا اونجوری فکر کن. سعید باید باید صحبت کنم در مورد احسانه. نمیخواستم اینطوری بشه. سعید سپردم یکی رو پیدا کنم بیاد نگرد داره. امروز سرم خیلی شلوغه. نزن. بیا اینو. کلیدو گذاشتم تو کیفت. میتونی در باز کنی؟ در باز میکنی. کارات رو اون کاغذ برات نوشتم چی کار باید بکنی. اگه نتونستی در باز بکنی به راننده سرویست بگو در برات باز بکنه. دوتا بسته. احسان بدون گارفی کی کشته. اینجا چی کار میکنی؟ عادت داری بدون اجازه سرتو بندازی بیای خونه مردم؟ احسان گارفیلد نکشت. اومدی همینو بهم بگی؟
احسان میخواد بدونه گارفیلد کی کشت. اون که خیافیه باباته. باباته. برو بابا. بابا. گارفیلد مرده. مرده. گارفیلد اذیت شده. گارفیلد دیگه چه خریه؟ گربه رویا. کلاک 41. کشتنه؟ حالا کی کشته؟ بدونه. گارفیلد. پلیس هر روز بود دارن جوانتر میشن. حالا فکر میکنی تو باید بری دنبال این کارا؟ سلام. سلام. خوبی؟ خوبم. امروز چی کار میکردی احسان؟ مدرسه هم که نرفتی. احسان بیرون بود. رویا بهم زنگ زد گفت دوباره رفتی تو حیاتش. احسان پرسید گارفیلد مرده؟ اگه بهت نگفتم به کار مردم کار نداشته باشی. گارفیلد مرده. رویا عصبانی. گارفیلد مرده. ماشین احسان برد. پلیس بس احسان. احسان خالی. بس کن. عصبانی گریه. بس بهت میگم بس کن. بس. وقتی باید حرف بزنم تو چشای من نگاه کن. خب دیگه تو حیات خونه اون خانم نمیری، تو حیات خونه رویا نمیری. به من گوش کن. یه خانم پرستار برات پیدا کردم، فردا میاد. بهم قول بده اذیتش نکنی. قول بده؟ قول بده. قول میدم. آفرین. قول میدم. قول میدم. سلام آقای صمیمی. بفرمایید. من فرازمند هستم. ساره فرازمند، پرستار کودک. امروز منتظرتون نبودم. درسته، ولی شما میتونی حقوقم از فردا حساب کنید. راستش آمادگیشو ندارم. ولی من آمادگیشو دارم. میدونید وضعیت خونه خورده به هم ریخته است. بله، یه نمونهش هم دیدم. هر جو سلام میدونید بفرمایید. به هر حال ببخشید که موقع ورودتون با صحنه ناخوشایندی روبرو شدید. اتفاقا خیلی هم خوشایند بود. وقتی دیدم تابلو افتاد گفتم یه جایی اومدم که به وجودم خیلی احتیاج دارم. امیدوارم این روحیه خوبتون رو تا آخر حفظ کنید. بله، من خیلی به کارم واردم. حالا میبینید. میتونم پسرتون ببینم؟ بله، البته. اسمش چیه؟ احسان. به به، چه قشنگ. چند سالشه؟ 12. سلام. آقا احسان. سلام احسان. چی داره میگه؟ داره ضربو تقسیم میکنه. موقع استرس این کار آرومش میکنه. احسان جان چرا استرس؟ خانم بهش دست میزنید ناراحت میشه. مگه نمیدید احسان اوتیسم داره؟ من میخواستم باهاش آشنا بشم. بیاین بیرون با هم صحبت میکنیم. چی شد؟ ببخش. البته به من گفتن که اوتیزم خانم. بله همون. ولی خب من هنوز چیز زیادی راجبش نمیدونم. ببخشید میشه بپرسم تخصصتون چیه؟ من نقاشی خوندم. البته درسم تموم نشد، دانشگاه رو ول کردم به خاطر مخارج و این چیزا. ولی خب میدونید یه مدت هم با بچه‌ها تو مهد کودک نقاشی کار کردم. ولی خب اونجا هم درآمدم کمه. گفتم که حالا بیام اینجا برای شما که چیزی از اوتیزم نمیدونید، چطوری میخواید از بچه‌ها مراقبت بکنید؟ یاد میگیرم. من درک میکنم که شما چقدر به این کار احتیاج دارید، ولی پسر من تو شرایطی نیست که بتونم بسپارمش دست شما. اصلا نگران نباشید، من میونم با بچه ها عالیه. باور کنید سر و کله زدن با یه بچه استثنایی یعنی خاص خیلی راحت تر سر و کله زدن با 40 تا بچه آتیش پرست. اصلا اینطور نیست. یه لحظه ببخشید. خواهش میکنم. سلام وحید. خوبی؟ میخوام پرستار امروز اومده. یه پرستار متخصص ازت خواستم. چی رو برای درست؟
یه کارش میکنم تو این چند روزه، ولی یه کسی برام پیدا کن. باشه، خداحافظ. خانم فرازمند، خانم، شرمنده خانم، خسارتتون چقدر شد؟ آقا مسئله پولش نیست. از کجا خریدین؟ برم یکی دیگه بگیرم. از این کار هم یه دونه بود. چی کار میتونم بکنم جبران بشه؟ شما بفرمایید آقا، مشکلی نیست، بفرمایید. خیلی ممنون شرمنده. بفرم. مرسی. بفرم. شما کجا زندگی میکنید؟ من یه آپارتمان تو شهر اجاره کردم، زیادم از اینجا دور نیست. خیلی خوبه. احسان کارتون. میخواین راجع به وضعیت احسانی خورده با هم حرف بزنیم؟ بله، من که آماده یاد گرفتن. احسانی بچه استثنائیه، یه سری کمبود داره، یه سری توانایی. احساساتشو به راحتی نمیتونه بیان بکنه. اصلا شک دارم که احساساتشو بفهمه. هر موقعیتی میتونه براش خطرناک باشه. خطرناک؟ بله. عادتاشن که اونو نجاتش میدن. خوردنش، خوابیدنش، لباس پوشیدنش، حمام رفتنش. اون حتی معنی پولو نمیفهمه. اگه ساده ترین چیز براش جا به جا بشه، تمام دنیاش به هم میرسه. مطمئنید میخواید پرستار همچین بچه‌ای باشین؟ میتونید چند روز آزمایشی کار بکنید، بعد نظرتون رو میگید. تهران یه فیلم آموزشی برای والدین بهمون دادن، فکر کنم اون کمکتون میکنه. میخواید ببینید؟ بله حتما، اتفاقا میخواستم بهتون بگم دیدن فیلم حتما میتونه کمک کنه. تا شربتتون رو بخورید پیداش میکنم. ممنون. بفرمایید، اینم سیدی. تو اتاق من سیستم هست، میتونید اونجا ببینید. اگه اجازه بدین خونه خودم ببینم راحت ترم، چون با این حرفه که شما زدین فکر کنم چند بار باید ببینم. هر جور راحتین، میتونم برسونمتون. مزاحمتون نمیشم. ممنون. مزاحمت نیست، اینجا ماشین سخت گیرتون میاد. بفرم. همینجاست. این کلید خونه اتاق است. من از فردا کارم شروع میکنم. احسان صبح تا ظهر مدرسه است. شما هر وقت صلاح دونستید میتونید بیاید. من قبل از اینکه از مدرسه برید خونه اونجا. اگه کاری چیزی داشتین یه پیامک به من بزنید. مدیر سرشلوغی هم، ولی کار شما کار احسانه. باشه ممنون. خیلی لطف کردین. خدافظ. خدا نگهدار. سلام. سلام. از دست من ناراحتی؟ چیز مهمی نیست. ببخشید، دیروز من کنترلمو از دست دادم. احسان خوبه؟ خوبه. سپردمش دست کسی تا دیگه مزاحمت نشه. بهش بگو حال گارفیت خوبه.
سلام خانم. سلام. خوب هستین خانم؟ ممنون. بیات. احسان تبریک شما. خیلی ممنون. خدا حافظ شما. خدا حافظ. احسان سلام. ببخشید من فقط همین یه مدل غذا رو بلدم درست کنم. بله متوجه شدم. یه عالمه کنسرو دیدم تو کابینت. اینم خیلی اتفاقی یاد گرفتم. زمان دانشجویی توی دانشگاه تو خوابگاه لاف اومدم که خورشت قرمه سبزی رو یه جوری درست می‌کنم انگشتاتون هم باش بخورید. بچه‌هام که می‌دونستم من پامو تو آشپزخونه نذاشتم همگی شرط بستن. منم شرطو بردم. چجوری؟ با تکیه به یکی دوتا از تواناییام. چجور توانایی؟ اینکه هر چی رو بخوام می‌تونم یاد بگیرم. به نظر خوشمزه میاد. بوش که خیلی خوبه. واقعا؟ مرسی، ممنون. گوشت نمیخوره؟ احسان معمولاً گوشت خورش رو جدا میکنه. جزو عادت های غذاییشه. خورشت قیمه حالش رو به هم میزنه. مرغ خورشت رو جدا میکنه. لبنیات نمیخوره. فقط ماست. میوه‌جات و سبزیجات نمیخوره. فقط سیب و موز. توی غذاها فقط غذاهای خشک مثل تون ماهی، کباب، کتلت. اینجور چیزا رو میخوره. تنقلات چی؟ فقط یه جور کیک. پس وقتشه که یه تنوع اساسی تو غذاش درست کنه. بعید میدونم تا حالا کسی موفق نشده. در مورد اون خدمتکاری که بهتون گفتم برای نظافت و آشپزی. بله بله، همون پیامکی که زدین من سپردم که یه خدمتکار برام پیدا بکنم. البته یه سری چیزا هست که با خدمتکار حل نمیشه، یعنی خدمتکار از پسش بر نمیاد. میدونی به نظرم این خونه بیشتر از این که به خدمتکار احتیاج داشته باشه به یکم ببخشید و یکم سلیقه احتیاج داره. یعنی اینکه یه سری کارا هست که خودم باید بکنم. مثلا چی؟ ببینید یه ذره اینجا مصنوعیه. چجوری بگم؟ مثلا این گلای مصنوعی خیلی زیاده یا این تابلوها. من میتونم یه سری چیزا رو تغییر بدم؟ Thank you.
جانم بابا. آب پرتقال. آبی به میخواد؟ آب پرتقال. بابا زیاد اون طرفا نری یارو، همین دو تا سنگه باش. ولی این خیلی خوشمزه است. آب پرتقال. بیا عزیز. خدا رو شکر این مدت خیلی با هم رابطتون خوب شده. حرفتو میخونه. آره. چایی میخوری؟ آره. آره با هم کنار اومدیم. میدونی من عادت دارم تو موقعیت های عجیب و غریب خودم رو جای آدم رو بذارم. اینجوری خیلی از مشکلات حل میشه. این چند وقته که با ما بودی ندیدم کسی زیاد سراغت بگیره. خانوادت کجا؟ هستن. ولی خب من بعد از اینکه جدا شدم یه ذره ارتباطم با پدر مادرم کم رنگ تر شد. طلاق گرفتی؟ آره. 5 سال پیش ازدواج کردم. تقریبا 2 سالم هست که جدا شدم. چرا؟ به هم نمیخوردیم. البته اوایلش همه چی داشت ظاهرا خوب پیش میرفت، ولی یه مدتی که گذشت بهونه بچه گرفت و میخواست بچه دارشیم که بچه دارم نشدیم. میدونی برای مردای سنتی این چیزا خیلی مهمه. واقعا همه مشکلش همین بود؟ آره فکر میکنم. حتی الان که به گذشته فکر میکنم خوشحالم که این اتفاق افتاده، چون اصلا اون آدم من نبود. بعدش چه اتفاق افتاد؟ بعدش اون دوباره ازدواج کرد، ولی خب بازم بچه دار نشده بود. فهمیده بود ای با ایراد از خودشه. چند وقت پیشم اومد سراغم، گفت زنش رو طلاق داده، دوباره میخواد با من عروسی کنه. تو چی گفتی؟ چی میتونستم بگم؟ من فقط سعی کردم تا جایی که میتونم فقط ازش دور باشم، به خاطر اینکه نمیشد دیگه بعد از این همه اتفاق. و حالا هر جا که میرفتم پیدا میکرد. یکی دو بارم اومد توی مهد آبروریزی رو انداخت و داد و بیداد کرد و شانس آوردم این مدتی پیش شما پیدا نکرد. با من ازدواج میکنی؟ احسان کو؟ احسان؟ کجا رفت؟ احسان؟ 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 تو پیش وسایل باش، نمیخواد، خودم دنبالش میگردم. اینجا مونده همه گو گرفته. بفرم مرسی. چمدونم به من میتونی بدین؟ بله باشی. چیزی توش نیست. من بردم. چی بودی؟ ببخشی نه. خواهش میکنم. نه اشکال نداره، بذار من اینو بذارم این بر. مامان نرگس
مامان نرگس ببینم نرگس مرده. مامان نرگس اینه؟ تاریخ 2/85 مرده. مامان نرگس. مامان نرگست مرده؟ مامان نرگس. مامان نرگس تو تاریخ 2/85 مرده. مامان نرگس تو تاریخ 2/85 مرده. اینکه 87 که؟ مامان نرگس زنده است. مامان نرگس زنده است. احسان باید نوبه خوب. احسان باید نامه بخونه. احسان باید نامه بخونه. سلام. هنوز تو اتاقشه؟ آره چیزی هم نخورد. میام صحبت میکنیم. مامان نرگس زنده است. مامان نرگس زنده است. بابا سعی دروغ گفت. 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 مامان نرگس زنده است. مامان نرگس گفت مرده. مامان نرگس زنده است. گفت مرده. بابا سعی دروغ گفت. بابا سعی دروغ گفت. گفت مرده. مامان نرگس زنده است. مامان نرگس مرده. گفت مرده. مامان نرگس زنده است. بابا سعی دروغ گفت. 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 احسان میدونم همشو خوندی. خواستم بهت بگم ولی نشد. نرگس ما رو ول کرد و رفت. نمیخواست اینجا بمونی. با کارم هم مشکل داشت. نتونستم دنبالش برم. اما اینو به خاطر تو بود. خواستم یه روزی بهت بگم. نمیدونم شاید موقعی که بزرگ شدی مجبور شدم بهت بگم بیمارستان بستریه. بعدم که ای پرسیدی بهت گفتم مرده. گفتم یه روزی بزرگ میشی میفهمی. میفهمی چرا این کارها رو وسط کردم. بابا سعی دروغ گفت. بابا سعی دروغ گفت. مامان نرگس زنده است. مامان نرگس مرده. گفت مرده. میفهمی انسان چی میگه؟ گفت مرده. گفت مرده. مامان نرگس زنده است. مامان نرگس مرده. گفت چرا به احسان دروغ گفتی؟ من چی؟ حق نداشتم بدونم؟ تمام این مدت میخواستم همین رو بهت بگم ولی نگفتی. نشد. فکر میکنی گفتن این حرف راحته؟ تو یعنی نمیدونی من چه حسی نسبت به تو دارم؟ ما با هم یه خانواده تشکیل دادیم ولی اون زن قانونی تر. چرا ول کرد رفت؟ من و نرگس داشتیم زندگیمونو میکردیم تا اینکه خدا احسانو به اون داد. یه سالی نمیش شده بود حرف نمیزد. بردیمش دکتر. از این دکتر به اون دکتر. بعد کلی خرج و هزینه بهمون گفتن اوتیسم داره. اون موقع 4 سالی نمیش شده بود. برای اینکه بتونم از پس خرج دوا درمونش بر بیام انتقالی گرفتم به شمال. اما اینجا آب و هواش به نرگس نسخت و افسردگی گرفت. مشکلش حاد شده بود. بردمش پیش دکتر روانپزشک. گفتن دوچار پارانویای زناشویی شده. پارانویای زناشویی یعنی چی؟ یعنی اینکه هر لحظه ممکنه فکر کنه شریک زندگیش داره بهش خیانت میکنه. خب مگه بهش خیانت نمیکردی؟ تو واقعا راجع به من اینجوری فکر میکنی؟ آره منم دلم میخواد یه جور دیگه راجع به همه چی فکر کنم چون برام مهمی ولی تو فکر میکنی من نمیفهمم که یه سر و سری با همین زنه داشتی؟ زن همسایه اسمش چیه؟ رویا؟ رویا بعد از نرگس اومد تو زندگی من. من به نرگس حق میدم چون اون موقع خودم هم رسیده بودم آخر خط. وقتی همسری نباشه که بتونی باش دو تا کلمه حرف بزنی
ممکنه با هر کسی گرم گرفته باشم. برای فرار از خونه مونده باشم تو شرکت. تمام اینا رو میذاش به حساب خیانت من. من یه پرونده حقوقی با نرگس دارم که طلاقمو طولانی کرده. حالا با این وضعیت که پیش اومده احسان رو چیکار کنیم؟ بعد با دکتر مشاورش تو تهران تماس بگیرم. اوتیزمیا دروغ مصلحت‌آمیز درک نمی‌کنن. از دید اون الان من یه پدر دروغگوام. از رفتارش معلوم بود ازم وحشت داره. چه میدونم لابد فکر میکنه پدری که میتونه دروغ بگه میتونه پسرش هم بکشه. فکر میکنم تو این وضعیت تو بهتر میتونی کمکش بکنی. احسان جان چرا نخوابیدی هنوز؟ پاشو عزیزم، پاشو. بریم تو تخت بخوابیم دیگه. پاشو عزیزم، پاشو. پسر خوشگلم بخوابه، احسان جونم بخوابه. بیا عزیزم بخواب. تنها میری فرودگاه؟ بابات کو؟ فرودگاهه؟ فرودگاهه. تو فرودگاهه. فرودگاهه. تو فرودگاهه. و کجا میرین؟ کجا میری؟ ما داریم میریم فرودگاه دیگه. منظورم اینه که شما از فرودگاه کجا میرین؟ میشه مامان نرگس. تهران. سفرتون بی خطر. فوتبال دوست داری؟ فوتبال دوست داری؟ آره که دوست دارم. فوتبال عشقمه. عجب بازی بود دیشب. بازی دیشب رو دیدی؟ بازی دیشب رو دیدی؟ بازی دیشب رو دیدی؟ سوالایی میکنی ها. آره که دیدم. ولی حیف که پرتغال باخت. خب هلند هم تیم خوبی داره دیگه. این بازیکن شماره 7 اسمش چی بود؟ شماره 7 هلند که دریک کویت. آره آره دریک کویت. ولی گلش آفساید بود. کدوم باشگاه بازی میکنه؟ لیورپول. 67 بازی ملی. 15 گل ملی. خوب واردی ها. اون یکی بازیکنه اسمش چی بود؟ رو آریان روبن. آره آره آریان روبن. خیلی زور زد دیشب یه گل بزنه. ولی نشد که نشد. خوشم اومد. اون باشگاه به اینا پول میداد. آقای مونیخ آریان روبان 47 بازی ملی. باریکلا. نه خوشم اومد. تو بزرگ بشی گزارشگرای فوتبال میذاری تو جیبت. میذاری جیبت. احسان، احسان جان، احسان. به
ببخشید خانم. بفرمایید. چرا پرواز تهران تاخیر افتاده؟ بلیط اطلاع میدم. بلیط. بلیط. اینجا بلیط نمیفروشن. همونطور که گفتم منطقه سرسبز شمال یکی از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب میشه. عرض کنم خدمت شما که صنعت گردشگری. سنت کمی بید بلیت نمیدی بلیت پدرت کو پدرت کو پدرت کو برو برو پدر مادرت وسط بلیت گرفتن بلیت گرفتن بلیت گرفتن بلیت گرفتن برای ساعت 8 پرواز دارم چرا تاخیر داره منتظر باشید اعلام میکنن حالا گیت پرواز کجاست انتهای سالن دست راست بچه چرا اینجوری میکنی؟ دیوونه بچه نه بابا دیوونه است بابا اینم آب پرتقال ببینم بابات کجاست؟ بابا سعید دروغ گفت بابا سعید دروغ گفت منو نگاه کن مامانت کجاست؟ مامان نرگس نمرده تهرانه باید برم تهران باید برم تهران خب تو تنهایی میخوای پاشی بری تهران؟ سلام این بچه رو تو سالن پیدا کردم میگه مادرش تهرانه میخواد تنهایی پاشه بره تهران اسم چیه؟ پسر اسم چیه؟ با تو هم اسم چیه؟ من دارم ازت میپرسم اسم چیه؟ ببخشید من میخواستم همینو بهتون بگم این بچه بیماره واسه همین تو کلامش تکرار داره بهشون میگم بچه های اوتیستیک چیستیک؟ اوتیستیک یعنی اوتیسم داره ببینید یه جور اختلال روانیه برادر منم هم همین جوره میتونم بذارمش پیش شما چون ببینید مردم نمیدونن با این بچه چجوری رفتار کنن این بچه اذیت میشه بسیار خوب بذار باشه زنگ میزنم بیان از کلانتری ببرن اونا بهتر میتونن کس کارش پیدا کنن پس براشون توضیح میدین این بچه مریضه مواظبش باشن باشه بشین اینجا مگه نمیخوای بری تهران؟ بشی همینجا بشی تهران الو سلام مدیر ترمینال فرودگاه هستم تهران برم لطفا یه مأمور بفرستین یه بچه گم شده رو تعویض بگیرید تهران آقای فراده نمیدونم اسمشو بهم نگو ظاهرا یه بچه مشکل آقای فراده زود بگیم بیاد من باید برم سرکشی سالن نه نمیدونم آقای فرهادی آقا پرواز تهران کنسل شد این بچه چی شد خانم پرواز تهران چرا کنسل شد چیزی که من گزارش دادن و من هیچ اطلاعی ندارم ببخشید خانم این پسر بچه رو ندیدین همونی که آوردم دفتر آره نفهمیدم یه دفعه دیدم نیست اگه دیدنش دوباره میارینش دفتر پیش خودم زنگ زدم بیان دنبالش خیلی ممنون بهروز سلام سلام وای خدا چشم اصلا وانه بهروز تو رخت خوابی هنوز تازه خوابیده بودم خب چه وقت زنگ زدنه ما رو ببین عروس کی میخوایم بشین تو رو خدا اول صبح گیر نده دیگه چی ها گیر نده مگه قرار نبود بری لباس صبح بگیری خیاطه تا 2 ساعت دیگه میره حالا میرم میدونم وقت زیاده ببین خیاطه بره لباس همو نگیری آبرو ریزی میشه خب پاشو
ول کن بابا، مجبور بودی تو هم تو این هیلو بیری بری شهرستان، یه روز مونده به عروسیت. بله مجبور بودم، نمی اومدم زحمت یه ترمم از بین میرفت. ببین خیلی خستم، از دیروز که اومدم یه سر دارم میدوام. چرا؟ یه سری وسایل داشتم جمع کردم. خب یادت گفتم یه تابلوی کولاژ دارم کار میکنم؟ دارم میارمش. کسی؟ نگهش داشتم واسه روز عروسیمون بهت بدم. ای بابا من که از کار هنری سر در نمیارم، یه چیزی بده که بشه یه کاریش کرد. لازم نیست از هنر سر در بیاری، یه ذره احساس داشته باشی واسه من کافیه. خیلی خوب بابا، دست درد نکنه. خدا برای چی زنگ زدی؟ هیچی، خواستم بگم پروازم هم کنسل شد، مجبورم زمینی بیا. باش میرم ترمینال بهت زنگ میزنم. هر جور راحتی. خداحافظ. خداحافظ. چی شد؟ نیست. تمام کوچه رو گشتم، تمام خونه‌های اطراف، باغچه‌ها، هر چی که فکرشو بکنی. از همسایه‌ها می‌پرسیدی؟ آب شده، رفته زیر زمین. ممکنه قبلا هم این اتفاق افتاده باشه. زیاد تا دلت بخواد. به مدرسه زنگ زدی؟ آره زنگ زدم، نرفته بود. ببین اگر که یهو گم میشه خب معمولا کجا میره؟ هر جایی. از فکرش که خبر ندارم. آژانس؟ بله بفرمایید. یه لحظه گوشی. عزیزم شما از آژانس ماشین گرفتی؟ آژانس؟ نه من زنگ نزدم. الو. بله. صمیمی هستم، اشتراک 433. آقای صمیمی چه خوشا زنگ زدید. می‌خواستم خودم بهتون زنگ بزنم. پسرتون اول صبح یه ماشین از ما گرفت رفت فرودگاه، اما اونجا کلیسیش کرایه پرداخت نکرد. فرودگاه؟ بله فرودگاه. شما به پسر من ماشین دادی بره فرودگاه؟ بله یه ماشین برای آقای محترم میگه ما با هم قرارداد نداریم، طبق اون قرارداد وقتی که پسرم برای جای ماشین میخواد باید به من خبر بدی. آقا یه لحظه نگه دار، همینجا باش الان میام. وایسا ببینم، وایسا. من دست تو چی کار کنم؟ منو نگاه کن ببین خونتون کجاست. کجاست؟ تهران، مامان، نرگس. خب، خونه مامان نرگس کجاست؟ کجاست؟ تهران، بلند جک، خیابون بیستون. الو، بهروز جان، یه زحمت دیگه برات دارم. ببین به این آدرسی که بهت اسمس میزنم برو، تلفنمو بده به صاحب خونه، بگو حتما به هم زنگ بزنه. خانم ببخشید. بفرمایید. مدیر ترمینال کجاست؟ ایشون هست. ببخشید، یه بچه 12 ساله اگه پسر بچه. یه بچه؟ نه. پول پشتی داره. گفتن اومده پیش شما. نه، اشتباه گفتن حتماً. چیکار کنید؟ بله ببخشید بابا، این بچه حالت عادی نداره. بده من، بده من، وسایل مال آقاست، منو نگاه کن. بده من بچه خون گوشم. وسایل مال آقاست، وسایل مال آقاست، بدش به من. ببخشید بابا. تهران بیه بالا بشین اینجا، بشین. کیفه تو درار؟ به کلان تری زنگ زدی چی گفتن؟ هیچ، گفت به همه جا خبر دادن دارن میگردن دنبالش. آره یه پسر بچه هم بچه هم بچه همین الان رفتم تهران. بله بله، همین الان رفتم.
بله میبینم شو، فقط پشت یخچال نشستم. چشم بنده. یکم یواش برو. کاش میموندی خونه. نمیتونستم. همش دلم میشه شما. سلام خانم. خسته نباشید. این آقا پسر با شماست؟ بله، چطور مگه؟ پدرش تلفن کرده داره میاد دنبالش. چه خوب. چه خوب؟ مگه شما با خودتون نیوردنش؟ نه، من تو فرودگاه پیداش کردم. تنهایی میخواست پاشه بره تهران. تو این وضعیتش نمیتونستم بذارم بیام. با خودم آوردمش. به هر حال پدرش زنگ زده الان داره میاد دنبالش. اگه اجازه بدین من با خودم میبرمش. پسر جون دست من بده. خوش. نه ترس، کاری ندارم. منو نگاه کن، با آقا باید بری. پاشو. بیا پسرم. آفرین. آفرین. من قربان اینو برش. ببخشید خانم. ببخشید. آقا نگه دارید، پیاده میشم. بفرمایید. خوش اومدید. بفرمایید راحت بشید. سرکار قربانی. بله قربان. بگو این ضابطی چایی برداری بیاره. ضابطی؟ بله. چند تا چایی بیاریم؟ یه زنگ بزنم به اینجا افسرنگ بگم که اینا پیش ما هستن، نگران نباشن. الو. سلام علیکم. ممکنه جام سرنگ صحبت کنم؟ سلام، خوبی؟ سلام، کجایی؟ زنگ زدم خونه مامانت، گفت رفتی شمال دنبال کارای دانشگاه. آره، دارم برمیگردم. دیشب خوابتو میدیدم. خیر باشه. ببین، تو واقعا میخوای با بهروز ازدواج کنی؟ کارت عروسی ما برات نیاوردم. حواست هست داری چی کار میکنی با خودت؟ زنگ زدی این حرفا رو بزنی. جای من بودی چی کار میکردی؟ یعنی چی؟ یعنی اگه احسان پاشو میکرد توی یه کفش که میخوام برم مامانم رو ببینم، برش میگردوندی میآوردیش یا میبردی تحویل مادرش میدادی؟ ببین، من احسان رو دوست دارم خیلی زیاد، خودت هم میدونی. دلم میخواد پیشمون باشه، ولی ببین وقتی این بچه یه هم میفهمه مادرش زنده است، اینجوری به هم میریزه و میخواد پاشه بره تهران، یعنی اینکه باید پیش مادرش باشه. فکر نمیکنم مادرش بخوادش. اونم الان حال هواش عوض شده. اگه تو فکر احسان بود یه زنگی میزد، یه تماسی میگرفت، یه کاری میکرد. فکر کنم یه کارایی کرده، کلی نامه نوشته براش، تو قایم کردی. شیرین درکم کن. ببین اونایی که دوستم داشتن تا فهمیدن برادرم مشکل داره به خاطر ژنتیکی بودنش پا پس کشید. منم دیگه توقعامو آوردم پایین. الانم که دیگه دیر شده. ببین، به نظر من نرگس مادر احسانه. تو هم باید با این واقعیت کنار بیای. به هر حال احسان مادرش رو میخواد، نه منو. من فکر کنم تو باید به هر چی که احسان میخواد تن بدی، حتی اگه برخلاف میل و عقیدت باشه. چیزی نیست که بخوام اتفاق بیفته. به نظرم نمیشه با واقعیت جنگید. باید باش کنار اومد، درکش کرد. ببین، مردی که تو خواب دیدم سالها منتظر بودم، هیچ وقت سر رام نیومد. ببین، اینقدر برام این خواب واقعی بود که حتی عکسشو کشیدم انداختم رو موبایلم. مثل دیوونه ها باش حرف میزدم. دیگه بست خیال بافی. نمیدونم، مغزم دیگه کار نمیکنه. با قلبت فکر کن. اگه میبینی نمیتونی با کسی که عاشقشی زندگی کنی، عاشق کسی شو که مجبوری باش زندگی کنی.
اینم از اون حرفاست دا. کدوم حرفا؟ از اون حرفا. چرا اینجا شارژ موبایلم داره تموم میشه؟ خیلی خوب باشه. بتونم بهت زنگ میزنم. بس منتظرم، زنگ بزن. خدافظ. مواظب خودت باش. خدافظ. الو، الو مامان، مامان آنتن نمیده، الان بهت زنگ میزنم. دوست داری تلویزیون ببینی؟ اصلا بذار روشن کنیم ببینیم چی داره. کارتونه که دوست داری؟ یه ببین. سرکار ضابطی صندلی رو بذاری. دست درد امیر سوال ببخشی سرکار، من باید برم، دیگه نمیتونم بیشتر از این بمونم. خب اون وقت مشکلی نداره این بچه؟ نه ببینین همینجوری بذاریم پای تلویزیون بشینه، سرش گرمه، بهش کاری نداشته باشی. باشه اشکال نداره. ممنون. موفق باشید. قربانی بابا این فیلمو برای بچه گذاشتیم، کارتو بکن. بله قربان. چشم. آقا من میرم تهران. منم میرم تهران. بفرمایید. ممنون. اگه نمیگم وایسا. چرا فرار کردی؟ بابا این دیگه کیه؟ برق پاسکال است. همه پاسکال داشت به هم میریخت. من کارتون میخواد. من کجا کارتون بیارم به این بدم؟ من نمیتونم وایسم. کلی کار دارم. باید برم تهران. خانم محترم میگین من چی کار کنم؟ ببینید من دارم میرم تهران. این بچه هم مادرش تهرانه. خب آدرس و تلفنمو میذارم پیش شما، بذارین ببرمش. من نمیدونم خانم، هر کاری میکنی بکن، فقط منو با این تنها نذار. من نمیتونم کنترلش کنم. خانم آدرسمو بهتون بدم. یک کارت شناسایی هم به من میدید؟ ممنون آقا. من پدرش که بیاد این آدرس رو بهش میدم. خودم هم پیگیر هستم. خدا نگهدار. ممنون. خدافظ. ببخشید میشه سیگار نکشی؟ هوا سرد، شیشه‌رم نمیشه پایین داد. بگو مامان، بگو مامان، بگو مامان، بگو مامان. چرا موبایلش خاموشه؟ خاموش بودن موبایل هزار تا دلیل میتونه داشته باشه. پس یعنی تقدیر داره ما رو میکشونه تهران، اونم بعد این همه سال. Thank you.
خانوم کار میکنی خانم؟ داشتی با ماشین میرفتی تو دره؟ اینجا کجاست ما رو آوردی؟ واسه چه آوردی اینجا؟ خانم ببخشید شرمندم متاسفم من اشتباه کردم. نه جل همونجا وایسا. خانم اجازه بدین تو. چه امانته؟ خانم بچه چی؟ کدوم بچه خانم؟ باور کنی من آدم ناجوری نیستم. من دانشجوام با این ماشین کار میکنم، خرج خانوادم رو در میارم. چرا ما رو بیدار نکردی؟ اجازه بدین توضیح میدم خانم، اجازه بدین. من داشتم میرفتم به سمت قیروان، یه مسافر داشتم، تو راه ماشینم پنچر شد، پرسون اومدم اینجا رو پیدا کردم، بعد تایر رو دادم چون مسافرم عجله داشت، گفتم میرم بر میگردم تایرم رو میگیرم. الانم یادم نبود شما خوابین، اصلا حواسم نبود، شرمندم ببخشید. من فکر میکنم واقعا زندگی مثل بازیه، لازم نیست که حتما دستت عالی باشه تا ببری، کافیه یارت خوب باشه، اینجوری میتونی دست باخترم ببری. یعنی چی؟ شاید اصلا قرار تو و نرگس دوباره با هم آشتی کنین و با هم باشین. الو سلام عزیز دلم، چطوری؟ قربونت برم، تو راه هم دارم برمیگردم تهران. چی شده دوباره؟ الان بهم بگو. اون داره اذیتت میکنه، تو باید محکم باشی عزیزم، بهش اجازه نمیدم بخواد بازی در بیاره. تو عزیز دل منی، کسی بخواد به تو بدی کنه انگار به من کرده. باشه رسیدم تهران، سری میام پیشت. مواظب خودت باش عزیزم، قربونت برم، میبوسمت، خدافظ. خانم ببخشید اگه بلند صحبت کردم. نه خواهش میکنم، مکالمه دلبرانه بود. دلبرانه؟ چرا دلبرانه؟ حرفای خیلی قشنگی می‌زدی، یه جورایی خیلی پربو صدقش می‌رفت. خواهر کوچیکمه، با نامزدش به هم زده، از ناراحتی سر کلاسای دانشگاهش هم نمیره. حتما خیلی ناراحته. جای تأسف نیست، بین زن و مرد همیشه از این چیزا پیش میاد، همه که لیلی و مجنون نمیشن خانم. حالا مشکل از طرف کیه؟ به اعتقاد من از طرف پسر است، چون انگار هنوز نمیدونه چی میخواد. نمیدونم، شاید هم خواست خداست که خواهر من باید با این آدم های نامناسب آشنا بشه تا بالاخره جفت خودشو پیدا کنه. حتما همینجوره، اینجوری قدر اونی که پیدا کنه بیشتر میدونه. دقیقا همینطوره. اگه میخواین نگر دارین سیگارتون رو بکشین. نه خانم من سیگار نمیکشم، ترک کردم. اونم که دیدین به خاطر عادت بود، اون عادتم باید ترک کنم. میتونم یه خواهشی بکنم؟ هم بفرمایید. بعد زنگ بزنم منزل، شارژ موبایلم هم تموم شده. خواهش میکنم. ممنون. دستشویی ببخشید، میشه نگه دارین؟ این بچه دستشویی داره. بله برسیم به رستوران، حتما نگه میدارم. نه الان نگه دارین، اینا نمیتونن خودشونو نگه دارن. دست درد نکنه. بفرمایید. ممنون. ببخشید اونجا نشد زنگ بزنم، الان میام. حتما. اسم چیه؟ اسم چیه؟ اسم من رضاست، اسم تو چیه؟ اسم تو چیه؟ احسان. آقا احسان. آقا احسان چای میخوری؟ چای میخوری؟ من آره دارم میخورم، تو میخوری؟ تو میخوری؟
دقیقاً. جالبه عکس این سفالو گذاشتین رو موبایلتون. تو کار هنری؟ نه خانم، من تو کار گلم. هنر کار دله. مگه با گل نمیشه کار دل کرد؟ چرا؟ من مثل این سفالو خریده بودم. افتاد شکست. مثل این؟ من توش دلم نیومد دور بندازم. باهاش یه تابلوی کلاژ درست کردم. به هر حال ممنون. جالبه. از این نمونه کپی سازی زیاد کردن خانم، ولی اگر این نشون رو داشته باشه یعنی کار منه. به هر حال خیلی قشنگه. لطف داره. از خودم آماده کنم باش رو دروشم. این کاش میشد برگردم به اون سالایی که دغدغه بزرگم شکستن اینو که مدادم داد. کرایتون چقدر میشه؟ حرفشم نزنی خانم. شما برای من مسافر نبودین. آخه اینجوری که نمیشه. گفتم که حرفشم نزنی. تو کوچه‌ام که انگار جشنه. آره، از ساعت 10 شروع میشه. هه؟ پس حتما خودتونم دعوت دارین که وقتش رو میدونین. خونه خودمونه. خونه خودتونه. خواهرتون یا برادرتون؟ نه. چیکار داری که زنگ میزنی؟ ببخشید خانم، فکر کنم اشتباه اومدم. خوبی خاله جان؟ مرسی خاله، قربونت برم. الهی خوشبخشی، مبارکت باشه خاله جون. عبدی، پاشو بیا ببینم. چی کار میکنی؟ منو نگاه کن. عبدی، احسان رو آوردم باش دوست بشی. میخوای با احسان دوست بشی؟ احسان، عبدیه. سلام. با هم دوست شدم. دوستش داری؟ احسان رو دوست داری؟ شبتون بخیر. من صمیمی هستم، پدر احسان. پدر احسان؟ بله بله، بفرمایید تو. بله ممنون.
احسان. چرا انقدر نگرانی؟ من میرم که اتاقو بپوشم. خواهش میکنم بفرمایید. احسان بیا. احسان جان خوش آمدی. چه عجب، یاد پدر بزرگ کردی. چایی سلام. سینا دامادم هستم، شوهر نرگس. سلام. ببخشید ولی من هنوز طلاقش ندادم. ما پرونده حقوقی باز داریم. من بارها تماس گرفتم، شما نه به من نه به تلفن‌های مکرر وکیلم پاسخی ندادید. منم یک طرفه، البته به کمک وکیلم و با استفاده از ماده قانون مربوطه غیاباً طلاق نرگس را دادگاه گرفتم. این اتفاق هم به نفع شما بود هم به نفع نرگس. همونطور که 14 سال قبل به نرگس گفتم، شما هیچ تناسبی برای تشکیل یک خانواده پایدار نداشتید. ولی خب نرگس شیفته جمال شده بود و تاوان انتخابش هم داد. ببخشید احسان. چیه؟ احسان جانم جیش داره. خب از این طرف تشکیل بگیر. بیا بیا از این بذارشون. ببخشید دستشویی کجا؟ همون در اول. بیا عزیزم بیا بیا بیا. سلوارش رو تو را در نیاورد. خوش آمدید.
احسان به من نگاه کن ماما، دوست دارم. دوست دارم. خدا حافظ. خدا حافظ خانم. خدا حافظ. همیشه حسرت اینو داشتم که اگه چیزایی که امروز میدونم دیروز میدونستم زندگیم چه شکلی میشد. خدا حافظ.